فقر شدید گلشیفته فرانی در روزهای اول مهاجرت و صحبت‌های جنجالی که از شرایط سختش توی روزهای اولی که از ایران خارج شده بود داشت. با ما همراه باشید، صحبتاش رو میشنوید. سلام، به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب در مورد گلشیفته فرانی و اتفاقاتی که توی این 15 سال سکوتش در خارج از کشور براش اتفاق افتاده بود چند تا ویدیو آماده کردیم که توی کانال قرار دادیم و اگه دوست داشتید بعد از این ویدیو اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. از قسمت کارت لینکش رو براتون قرار میدم. بعد از این ویدیو پیشنهاد میکنم یکی از اون ویدیوها رو تماشا کنید. اما بریم سراغ ویدیوی امروز. خب گلشیفته فرانی توی مصاحبه‌ای که توی برنامه چندشنبه با سینا و نیولا انجام داد در مورد روزهای سختی که در ابتدای مهاجرتش تجربه کرد صحبت کرد و گفتش که خیلیاتون فکر میکنید که من از اول که به خارج رفتم وضعم خوب بود و فقط خوبی‌های منو میدیدید. فکر میکردید یه زندگی لاکچری و خیلی خوب رو توی یه کشور خارجی شروع کردم و دور از همه مشکلات و حواشی که توی ایران داشتم هستم. در صورتی که من با شرایط سختی مهاجرت کردم و هم فشارهای زیادی روم بود، هم از طرف دیگه کاری نداشتم که انجام بدم و بی پولی حسابی به من فشار آورده بود. یه تایم زیادی رو وقتی که به کشور فرانسه رفتم مجبور بودم که گوشه خیابون، گوشه رستوران، گوشه مترو ساز بزنم و به صورت نوازنده خیابانی باشم که از طریق پول خردهایی که مردم برای کمک به من میدادن بتونم فقط غذای برای شبم تهیه بکنم و از گشنگی نمیرم، وگرنه شرایطم توی اون روزها خیلی خیلی سخت بود. البته میدونم که این شرایط فقط مختص من نبوده و تمام کسایی که مهاجرت کردن یه جوری روزهای مشابه من رو تجربه کردن. حالا هر کی مشکلاتش متفاوته و شرایطش متفاوته، واسه همینم سختی‌هایی که ممکنه متحمل بشه احتمالاً با هم تفاوت داره، ولی خب کلاً قضیه مهاجرت مثل یه پل صراطی میمونه که باید هممون ازش رد بشیم. شرایط عبور از اون خیلی سخته و به سختی میتونیم به اون ور پل برسیم. خیلی هم جا میزنن، نمیتونن به پایان پل برسن. توی بزرگان هنر و ادب خودمون هم داشتیم افرادی رو که بعد از مهاجرت نتونستن دووم بیارن و حتی به زندگی خودشون هم پایان دادن، از جمله صادق هدایت، نویسنده بزرگ کشورمون. گلشیفته فرانی همینطور در مورد شرایط سختی که بعد از خروج از کشور داشت صحبت کرد و گفتش که به من 24 ساعت فقط مهلت دادن و پاسپورتم رو به هم دادن که از کشور خارج بشن و گفتن که بعد از این 24 ساعت دیگه معلوم نیستش که چه بلایی سرت بیاد. منم به اولین مقصدی که تونستم بلیت بگیرم بلیتش رو گرفتم و از کشور خارج شدم. اولش رفتم فرانسه و فکر میکردم که اونجا میتونم شرایط خوبی داشته باشم، ولی خب اونجا دوام نیاوردم. تصمیم گرفتم که به آمریکا مهاجرت کنم. آمریکا هم شرایط اصلا خوب نبود. حتی فیلم هایی که به من پیشنهاد میشد فیلم های اکشنی بودش که اصلا با روحیه من جور در نمیومد و نمیتونستم اون فیلم ها رو بازی بکنم. واسه همین تصمیم گرفتم برگردم فرانسه و یه جوری خودم زندگیم رو بسازم. تو فرانسه فقر شدیدی رو تجربه کردم، ولی خب هر جور که بود اون روزگار سخت رو گذروندم. بعدش هم که کم کم خودم رو پیدا کردم و تونستم توی چندین فیلم توی همون سالهای اول بازی بکنم و یه مقدار به زندگیم یه نظمی بدم. و خب همه این روزهای بعد از موفقیت من رو یادشونه. اون مسیر و اون سختی که من متحمل شدم رو کسی ندیده و نمیتونه خودش رو جای من قرار بده. ولی باز خدا رو شکر که من اون قربانیه نبودم و تونستم گلیمم رو از آب بیرون بکشم. بود یه تایمایی که انقدر فشار روانی روم زیاد بود و انقدر افسردگی داشتم که
خودم تصمیم گرفتم که برم بیمارستان روانی بستری بشم. ولی خب اونجا هم خدا یکی رو فرستاد و منو نجات داد. یادمه یه روز وسایلمو جمع کردم و ساکم رو بستم که برم یه بیمارستان روانی بستری بشم. ولی خب یه دوستی همون لحظه منو کشید کنار و با هم صحبت کرد و یه لیوان چایی با هم خوردیم و همون موفق شدش که رأی منو بزنه و من رو از این تصمیم منصرف بکنه. شاید اگه قرار گرفتن آدم‌های درست توی زندگیم نبود، من مسیر اشتباهی رو می‌رفتم و الان این گلشیفته‌ای که جلوی شما نشسته نبودم. خب رفقا، بریم یه قسمت‌های از صحبت‌های گلشیفته فرهانی رو در مورد پروسه مهاجرتش و اتفاقاتی که براش افتاد رو از زبون خودش بشنویم. تا جایی رسیدم تو این سال‌ها که از بی پولی توی خیابون ساز می‌زدم که برم با این پول خوردا میرفتم توی رستوران جمع میکردم میپردم بانک که غذا بخورم. یعنی من توی این سالها خیلی زیباست که همه اون بالاها رو میبینن و این مسیر رو نمیبینن. من خوشحالم از این موضوع چون من هیچ وقت قربانی نبودم. من تو اون سالها هیچ وقت قربانی نبودم. ولی میخوام بگم پل تبعید که همه ما ازش رد شدیم، این پل صراط، یه پلیه که یه سری آدما روش میمیرن، خودکشی میکنن، مثل هدایت، مثل خیلی آدما که تحملش رو ندارن، یه سری روش گیر میکنن تا ابد، یه سری هم رد میشن ولی له میشن. یعنی ما همه به خاطر میگم ما آدمای معلول های له شده ایم که رسیدیم اینور، ولی این معلولیتمون قدرت ماست و این چیزی که ما زندگی میکنیم. آره ممکنه که به نظر خیلی ها فوق العاده بیاد، ولی از این پلی که ما رد شدیم اینو هیچ کس نمیتونه بفهمه، برای اینکه تا زمانی که اون پلو کسی رد نکنه نمیدونه. که برای همینه که ما های خانواده میشیم هممون و یک وجه مشترکی داریم که ما توی تبعید همدیگه رو پیدا میکنیم، خانواده هم میشیم، به هم کمک میکنیم و هرگز همدیگه رو ول نمیکنیم. یعنی من توی این سالها آدما میچسب و من یادمه یک بار حتی انقدر تو شرایط روحی بدی بودم که با پای خودم داشتم میرفتم سنتن، یه بیمارستان روانی، گفتم من دیگه دارم میمیرم، دیگه برم دیگه خودم بستری کنم. یعنی انقدر فشارم زیاد بود. خب دوستان، حتما نظراتتون رو هم راجع به صحبتایی که گلشیفته فرهانی انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه توی دوستان یا آشناهاتون و یا حتی خودتون تجربه ای از مهاجرت داره هم برامون از تجربهش توی بخش کامنت ها بگه و بهمون بگه چقدر سختی کشیده و با چه سختی هایی توی این مسیر همراه بوده. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.